شخصیت آشنای همه شما و به نظر من یکی از بهترین تحلیلگران مسائل سیاسی در زمینه مسائل جهانی، خاورمیانه و ایران که چهرهش برای شما آشناست، مهمان برنامه هستند. جناب آقای دکتر مصطفی دانش. جناب دکتر خیلی خوش آمدید. سلام آقای فروزنده و سلام به بینندگان ارجمند برنامه مرغ سحر. خوشحالم که امروز در خدمت شما هستم و با هم صحبت می‌کنیم در مورد مسائل مختلفی که در سال 2017 مطرح بوده. جناب دکتر اگر اجازه بدید شروع کنیم از یکی از مهمترین وقایع سال 2017، یعنی آغاز ریاست جمهوری آقای دونالد ترامپ در ایالات متحده آمریکا. من فکر می‌کنم این شروع خوبی است برای طرح مسائل جهانی. من در خدمتتون هستم. خب می‌دونین که با آمدن آقای ترامپ به کاخ سفید تمام ارتباطات جهانی و سیاست خارجی در واقع به نظر من به هم خورده و موقعی که به یک تحقیقات پنتاگون توجه بکنیم، در ماه ژوئن امسال پنتاگون تحقیقاتی را ارائه میده و چنین مطرح میکنه که هژمونی آمریکا و رهبری جهانی آمریکا به چالش کشیده شده و عده زیادی از متخصصین جهان مطرح میکنن که سیاست آقای ترامپ در فروپاشی یک چنین هژمونی و به ویژه رهبری جهانی و رهبری خاورمیانه آمریکا نقش اساسی را داشته. از همون زمانی که آقای ترامپ در مبارزات انتخاباتی شرکت کرد، شعارش این بود که باید دیپلماسی به کنار گذاشته بشه. یعنی به ویژه ما اینو در رابطه با برجام و توافق اتمی می‌بینیم. برجام و توافقی که امید جهان بعد از فروپاشی شوروی و بعد از اینکه در واقع نقش آمریکا و هژمونی آمریکا در حال فروپاشی بود، این بود که دیپلماسی بتونه نقش ارزنده‌ای را در جهان بازی بکنه. و آن چیزی که اتفاق افتاد در سال 2015 و دیپلماسی موفق میشه چنین توافق اتمی و برجام را انجام بده، این به نظر من بزرگترین پیروزی سازمان ملل متحد و کشورهایی بود که با ایران مذاکره کردند و توافق اتمی را انجام دادند و باعث پیروزی دیپلماسی در جهان شدند. ولی خب از زمانی که آقای ترامپ وارد کاخ سفید شده، ما می‌بینیم سیاست خارجی آمریکا بسیار بسیار کم رنگ. آقای تیلرسون به عنوان وزیر امور خارجی آمریکا نقشی را نداره. بازیگری است که در تصمیم گیری ها اصلا شرکت نداره. اگه در رابطه با مسائل جهانی و بحران‌های جهانی صحبتی هم می‌کنه، بلافاصله چند ساعت بعد و روز بعد آقای ترامپ میاد در مخالفت با آقای تیلرسون صحبت می‌کنه. همکنون متخصصین وزارت امور خارجه آمریکا قادر نیستند درباره مسائل جهانی صحبت بکنن. آن چیزی که در سال 2017 داره اتفاق می‌افته، توجه بکنید به اتفاقات افغانستان، کشوری که نیروهای آمریکا در سال 2001 وارد اون شدن. 16 سال بعد از جنگ افغانستان داره میگذره و نیروهای آمریکا و ناتو در باتلاقی در افغانستان قرار گرفتن که نمیتونن رها بشن و سیاستی رو که آقای ترامپ مطرح میکنه، سیاست استفاده از تسلیحات زیبای آمریکاست. چنین مطرح میکنه که من بزرگترین بمب مادر را در افغانستان استفاده میکنم و نابود میکنم، داعش رو نابود میکنم، طالبان رو نابود میکنم. و اگه توجه بکنین به اون بمب مادری که در شرق افغانستان منفجر شد، نه تنها داعش رو نابود نکرد، بلکه بیش از 20 نفر از مردم منطقه رو در واقع به قتل رسون. امروز داعش قوی تر از زمان گذشته در افغانستان، به ویژه در شمال افغانستان، در استان جوزجان داره فعالیت میکنه و سعی میکنه دامنه فعالیتش خودش رو به کشورهای آسیای میانه تا چچن ادامه بده. یعنی در این شرایط ما قرار گرفتیم که اکنون 4000 5000 نیروهای داعش امروز در افغانستان فعالیت میکنه.
آقای ترامپ چنین مطرح میکرد که من در افغانستان در مدت کوتاهی با بمباران سیستماتیک طالبان رو به شکست روبرو خواهم کرد. و ما میدونیم امسال تعداد بمباران هایی که در افغانستان میشه و به ویژه بمب افکن های مانند B-52 که امروز شرکت میکنن دو برابر تعداد بمباران های سال گذشته است. و امروز میبینیم که حتی وزیر امور خارجه آمریکا موقعی که میخواد وارد کابل، یعنی شهر 5 میلیونی کابل، مرکز نظامی آمریکا، مرکز سازمان های اطلاعاتی مانند CIA، MI6 انگلستان، BND آلمان و دیگران هستند، یک کشور، یک شهر 5 میلیونی، مرکز سیاست افغانستان، آقای تیلرسون و هواپیمای آقای تیلرسون جرأت نمی‌کنه در فرودگاه کابل به زمین بنشینه. چرا؟ فرودگاه کابل در تیررس در واقع موشک‌های طالبان قرار داره و اونها موشک‌های خودشون رو به سوی فرودگاه کابل شلیک میکنن. و آقای تیلرسون موقعی که به کابل میره در واقع هواپیماش در 70 کیلومتری شمال کابل در پایگاه بگرام به زمین می‌نشینه. و جالبتر از این اینه که آقای تیلرسون به عنوان مهمان ریاست جمهوری کشور افغانستان حتی جرأت نمیکنه، توجه بکنید، که از بگرام با هلیکوپتر سفر بکنه به کابل و در اونجا به کاخ ارگ بره و با رئیس جمهور افغانستان و رئیس اجرایی دولت افغانستان آقای عبدالله و رئیس جمهور مذاکره بکنه. یعنی رئیس جمهور افغانستان به عنوان میزبان و عبدالله به عنوان رئیس اجرایی دولت افغانستان مجبور میشن به همون فرودگاهی برن که امنیت درش نیست، با هلیکوپتر از فرودگاه کابل حرکت بکنن برن به شمال کابل 70 کیلومتر پرواز بکنن، در حالی که جان رئیس جمهور افغانستان و رئیس اجرایی دولت افغانستان هم در خطره موقعی که به فرودگاه کابل برن. ولی چنین اتفاق میافته و هیچ کسی در این مورد صحبت نمی‌کنه که در افغانستان موقعی که صحبت از راه حل نظامی میشه در واقع راه حل نظامی وجود نداره. راه حل افغانستان راه حل سیاسی است و دیپلماسی باید اقدام بکنه، نه پنتاگون. شما تمام جنگ‌های بعد از جنگ کره از سال 1950 تا 53، ویتنام، بعدن جنگ در سومالی، جنگ عراق، جنگ در لیبی، جنگ سوریه، ببینین که پنتاگون و نیروهای نظامی هیچ پیروزی نداشتن. راه حل نظامی وجود نداره در این کشورها. و این در واقع اگه من خلاصه بخوام بهتون بگم، ما با ریاست جمهوری امروز در کاخ سفید طرفیم که صحبت از سلاح‌های بسیار زیبای آمریکا میکنه و طبیعتاً این سلاح‌های بسیار زیبای آمریکا رو کشورهایی هستن مثل عربستان سعودی که در مدت کمتر از 15 سال 520 میلیارد دلار از آمریکا اسلحه بخرن. در زمان آقای اوباما عربستان 120 میلیارد اسلحه خرید. آقای ترامپ سفری به ریاض داره، قرارداد 150-110 میلیاردی میبنده و قرار این قرارداد تا 350 میلیارد دلار تا 10 سال آینده در واقع افزایش پیدا بکنه. و شما توجه بکنید به امیر قطر آقای مکرون رئیس جمهور فرانسه چند روز پیش در دوحه چنین میگه که رژیم جمهوری اسلامی بزرگترین خطر در منطقه برای کشورهای عربی حوزه خلیج فارس هستند. نیم ساعت از این صحبت آقای مکرون نمیگذره، امیر قطر یک قرارداد تسلیحاتی 12 میلیارد دلاری با آقای مکرون رئیس جمهور فرانسه امضا میکنه. امیر قطر در دو سال گذشته 2015 قراردادی به مبلغ 6 میلیارد و 300 میلیون دلار با فرانسه امضا کرده بود. امیر قطر چند ماه گذشته موقعی که آقای ترامپ در ریاض باش نشست و چنین مطرح کرد که سلاح‌های زیبای ما را خریداری بکنید، 15 میلیارد دلار توجه بکنید بمب افکن‌های F-35 می‌خره که خلبان برای استفاده از این بمب افکن‌ها نداره. و محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی همین چند روز پیش مطرح میکنه، اینو روزنامه الدیار میگه، صحبت میکنه با آقای ماتیس وزیر دفاع آمریکا و چنین مطرح میکنه که
حاکمیت ملی ما توسط ایران و حوثی ها در یمن در خطره. شما حتی حاضر نیستین یک هواپیما، یک بمب افکن به کمک ما به یمن بفرستید و یمن رو بمباری بکنید و ایران را از یمن خارج بکنید. خب این صحبت های محمد بن سلمان، کسی که 520 میلیارد دلار اسلحه خریده، پول مردم عربستان رو در واقع هدیه داده به مجتمع نظامی صنعتی آمریکا، خب اعتراف میکنه که ما در یمن پیروزی نداشتیم، احتیاج به یک بمب افکن آمریکا داریم و 520 میلیارد دلار پولی رو که برای خرید تسلیحات داریم هزینه میکنیم، پشیزی ارزش نداره. بنابراین من کوتاه بکنم در این جواب اول که ما متاسفانه با این شرایط و شخصیتی که در کاخ سفید است روبرو هستیم در مسائل جهانی و در بحران‌های منطقه. جناب دکتر دانش، فارغ از نقش اروپا و نقش آمریکا در برهم زدن شرایط خاورمیانه و سوء استفاده هایی که هر کدومشون دارند در این آشوب بیشتر به پا کردن در منطقه، پرسش من از شما این است که بین کشورهای منطقه که هستند، به سه کشور عمده است که سر این مثلث رو تشکیل میدن، یکیش ایرانه، یکیش عربستان سعودیه و یکیش هم اسرائیله، اینها کدومشون از خردمندی بیشتر سیاسی برخوردار هستند و کدومشون با زیرکی بیشتری به هدفهای خودشون در خاورمیانه میرسن؟ خب ما موقعی که درباره بحران خاورمیانه صحبت بکنیم، باید به این مطلب اشاره بکنیم که سیاست عربستان سعودی در خاورمیانه با شکست روبرو شده. توجه بکنیم به جنگ یمن. در جنگ یمن به گفته خود آقای محمد ابن سلمان و نقل قول الدیار، روزنامه الدیار، از محمد ابن سلمان، هیچ پیروزی وجود نداشته، تا جایی که تا به حال بیش از 12-13 هزار نفر از مردم بیگناه یمن کشته شدند و هیچ گونه پیروزی نظامی عربستان نداشته. توجه بکنیم به قطر. بحرانی که عربستان و کشورهای همپیمان عربستان در قطر به وجود آوردن، عملا قطر را به دامان جمهوری اسلامی راندن. یعنی اگه جمهوری اسلامی به کمک قطر و امیر قطر نرفته بود و راه دریایی و به ویژه راه هوایی جمهوری اسلامی رو به روی امیر قطر باز نکرده بود، قطر سقوط کرده بود. همون روزهای اول محاصره عربستان، امارات، مصر و بحرین سقوط کرده بود و این نشون دهنده اینه که عربستان در قطر با شکست کامل روبرو شده. و موقعی که آقای تمیم، امیر قطر، از روحانی تشکر میکنه، میگه ما هیچ زمانی این خدمتی که ایران به ما کرده فراموش نخواهیم کرد، این نشون دهنده این واقعیته که با این سیاست عربستان سعودی، قطر در کنار ایران و ترکیه قرار گرفته. توجه بکنیم به سیاست قطر در سوریه. قطر کشوری بود که در سوریه بیش از 7-8 میلیارد دلار به نیروهای بسیار رادیکال اسلامی در سوریه کمک کرده، به نیروهای تروریسم اسلامی، تروریست‌های اسلامی در سوریه کمک کرده، به ویژه جبهه النصرت. امروز از دید نظامی و از دیدگاه نظامی دیگه جبهه النصرت، القاعده وجود نداره که زمانی عربستان سعودی میلیاردها کمک میکرد و قطر کمک میکرد. عربستان سعودی امروز در سوریه با شکست کامل روبرو شده. نگاهی بکنیم به عراق. امروز در عراق در واقع شهد حشبی، این بسیج مردمی است که 120 هزار عضو داره، 120 هزار جنگجو داره و بدون این 120 هزار جنگجو امکان مبارزه با داعش در داخل عراق نبود. فراموش نکنیم در سال 2014 موقعی که داعش حمله کرد به موصل، یک لشکر 80 هزار نفری که دولت آمریکا و کشور آمریکا در عراق ساخته بود با 40 میلیارد دلار هزینه، در مدت 2 ساعت از هم پاشید. و این علی سیستانی بود که دستور تشکیل بسیج مردمی، حشد شعبی رو داد بر علیه داعش. و این حشد شعبی 120 هزار جنگجو شبه نظامی شیعه عراق بود. گرچه آقای
قاسم سلیمانی نقش داشت، سپاه پاسداران نقش داشتن، ولی واقعیت اینه که این حشد شعبی یک نیروی عراقی است و چنین مبارزه کرد. من کوتاه در رابطه با نقش عربستان مطرح کردم که عربستان در واقع در منطقه با شکست روبرو شده، ولی نقش بسیار مهمی رو امروز اسرائیل بازی میکنه. ببینین اسرائیل با بحرانی که در منطقه وجود داره از این بحران استفاده کرد و تمام مذاکرات صلح را از سال 2014 تا به امروز مختل کرد. اینا حتی چندین بار وزیر امور خارجه سابق آمریکا آقای کری مطرح کرد، گفت آقای نتانیاهو نمیخواد مذاکره بکنه. به امروز ما میدونیم در واقع اون کاری که آقای ترامپ انجام داد و اینکه بیت المقدس رو به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخته، این در تضاد کامل با قوانین بین المللی است. اجازه بدین کوتاه از قوانین بین المللی صحبت بکنیم. از سال 1945 قوانین بین المللی چنین میگن که اگه کشوری از راه خشونت و جنگ بخشی از کشور دیگه و سرزمین‌های دیگر را اشغال کرد، این کشور اجازه نداره این سرزمین‌ها رو الحاق بکنه، ملحق به کشور خودش بکنه. و امروز ما می‌دونیم اسرائیل چنین کاری رو کرده. در سال 1980 در تضاد با قوانین بین‌المللی، در تضاد با 8 قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد که آمریکا رأی موافق به این قطعنامه‌ها داده بود، در واقع اسرائیل در سال 1980 بیت المقدس و پایتخت خودش اعلام میکنه، تا جایی که امروز آقای ترامپ چنین مطرح میکنه که یک واقعیت تاریخی رو به رسمیت شناخته. جواب آقای ترامپ اینه که اگه شما چنین واقعیت تاریخی را به رسمیت شناختین، باید واقعیت تاریخی دیگری را هم به رسمیت بشناسین. پس الحاق شبه جزیره کریمه توسط پوتین به روسیه که در ضد و در تضاد با قوانین بین المللی اجرا شده و تمام جهان معترض بودن، پس اون هم در واقع یک واقعیت تاریخی است. 300 سال روسیه شبه جزیره کریمه رو در اختیار خودش داشته. و شما دیگه نمیتونین درباره شبه جزیره کریمه و تصمیم آقای پوتین نظری بدید. شما نمیتونید، اگه چنین نظری میدید باید مطرح بکنیم که در واقع ترکیه جانشین خلافت اسلامی، خلافت عثمانی که 500 سال حاکم بیت المقدس بوده، امروز باید دوباره حاکم بیت المقدس باشه. اگه بخوایم این استدلال ضعیف آقای ترامپ رو بپذیریم، باید امروز مطرح بکنیم که بومی‌های آمریکا این حق دارن که بیان چنین مطرح بکنن که باید در واشنگتن اونها حکومت خودشونو تشکیل بدن. اینا واقعیت‌های تاریخی است. موقعی که آقای ترامپ چنین چیزی رو مطرح میکنه باید بهش جواب داده بشه. ولی خب ما میدونیم که نقش اسرائیل در منطقه نقش اساسی است. اسرائیل امروز در واقع سعی میکنه در بحران‌هایی که به وجود میاد در منطقه، من صحبت از آقای نتانیاهو در واقع دولت دست راستی اسرائیل میکنم. آقای فروزنده، همین امروز فاش شد و نقل قول من میکنم از روزنامه بسیار معتبر فرانکفورت آلگماین سایتونگ آلمان، بزرگترین و معتبرترین روزنامه آلمان. این روزنامه داره میگه، امروز من این مقاله رو خوندم، میگه که آقای السیسی رئیس جمهور مصر که ادعا میکنه طرح قطعنامه‌ای رو به شورای امنیت در مخالفت با تصمیم آقای ترامپ آورده و فردا در رابطه با این قطعنامه و طرح قطعنامه در شورای امنیت باید تصمیم گیری بشه، ایشون پذیرفته مدت‌های طولانی با آقای ترامپ مذاکره کرده، با محمد ابن سلمان مذاکره کرده که شبه جزیره سینایی جانشین یا جایگزین کرانه باختری برای سکونت فلسطینیا بشه. اینه که آقای ترامپ مطرح میکنه، میگه معامله قرن و از معامله قرن صحبت میکنه. این تصمیمی است که با آقای السیسی در ماه آوریل، موقعی که آقای السیسی به کاخ سفید آمد، گرفته شد و اولین بار این معامله قرن رو آقای السیسی مطرح میکنه که در واقع فلسطینی ها باید کرانه باختری رو از اونجا خارج بشن. کشوری که در اونجا زندگی میکردن، صدها سال در اونجا در واقع زندگی میکردن، این منطقه کرانه باختری با ساخته شدن شهرک های اسرائیلی بیش از
700 هزار نفر امروز اسرائیلی در این شهرک ها زندگی میکنن. این کشور دیگه در واقع این منطقه کرانه باختری تمامیت ارضی وجود نداره که بتونه حکومت آینده فلسطین در اونجا به وجود بیاد. این یک واقعیتی است که اسرائیل اینو در اون منطقه پیاده کرده و داره شهرک های بزرگتری میسازه و تمام امید فلسطینی ها رو برای آینده در اونجا از بین برده. و خب آقای ترامپ هم میاد یه چنین تصمیمی میگیره و این تصمیم در واقع نشان دهنده این واقعیته که فلسطینی ها در کرانه باختری دیگه جایی نخواهند داشت. این سیاستی است که امروز آقای نتانیاهو یاده میکنه و هیچ کس هم تا به حال در مخالفت با اون صحبتی نکرده و عربستان سعودی در کنار آقای نتانیاهو قرار گرفته. روزنامه معروف ایندیپندنت چند روز پیش می نویسه که برای عربستان سعودی سرنوشت مردم فلسطین پشیزی ارزش نداره. عربستان سعودی برای مبارزه با ایران و مقابله با ایران در کنار اسرائیل قرار گرفته و ائتلاف عملا بین اسرائیل و عربستان سعودی به وجود آمده. این روزنامه ایندیپندنت میگه. و بنابراین عربستان سعودی در دو ماه پیش از محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین خواست به ریاض سفر بکنه و به محمود عباس چنین گفت: یا استعفا میدی و یا طرح صلح آقای ترامپ، یعنی در واقع طرح صلح آقای نتانیاهو رو میپذیری. این کوتاه در این شرایطی است که ما امروز در رابطه با اسرائیل و به ویژه کرانه باختری و صلح خاورمیانه میتونیم صحبتی بکنیم. البته این موضوع بسیار، این قضیه بسیار گسترده است. در رابطه با ایران خیلی مهمه نقش اسرائیل، و نقش اسرائیل امروز در سوریه بسیار مهمه، در لبنان بسیار مهمه، در عراق بسیار مهمه، و به ویژه در رابطه با رفراندوم استقلال کردستان عراق بسیار مهم بود. اینا مطالبی است که به نظر من نگفتنش باعث این خواهد شد که ما بخش عظیمی از اتفاقات منطقه رو در واقع سانسور بکنیم، دربارش صحبت نکنیم. امروز آن چیزی که در ایران مطرح است و خطری که برای مردم ایران به وجود آمده، طبیعتاً رژیم ایران یک رژیم جنایتکاره، در این مورد شکی نیست. رژیم ایران رژیم آشوبگره، در این مورد شکی نیست. من در این مورد میتونم ساعت‌ها صحبت بکنم. ولی در کنار ایران در واقع سیاست‌های آشوبگری دیگری هم وجود داره که به بحران خاورمیانه داره در واقع آتش جدیدی وارد بحران خاورمیانه میکنه و میتونه در واقع خاورمیانه منفجر بشه و نه تنها مردم ایران فدای این آتش بشن، بلکه مردم خاورمیانه و به ویژه اروپا به خطر بیافته. از آقای دکتر دانش این پرسش رو مطرح بکنم که واقعا دونالد ترامپ چه هدفی رو تعقیب میکنه؟ ایشون مدتی برخورد و برداشت چیزی نیست. صدای من صدا رو بتونم اکوشو بگیرم. برحال آقای دونالد ترامپ چه نیتی رو داره تعقیب میکنه در رابطه با این تهدیدات مستقیمی که علیه ایران انجام میده؟ آیا او دستورالعمل صادره از طرف اسرائیل رو اجرا میکنه یا سیاست های مستقیمی رو در این زمین داره؟ رابطه خویشاوندی آقای دونالد ترامپ و نزدیکی دامادش با آقای نتانیاهو تا چه حد در این مسائل میتونه نقش داشته باشه؟ بفرمایید. این سوال بسیار به نظر من اهمیت داره، سوالی که شما مطرح کردید. و اینکه سیاست کاخ سفید در دشمنی کامل با ایرانه، در این مورد شکی نیست. ما میدونیم که رهبران آمریکا نه تنها در کاخ سفید و ژنرال های آمریکا که در کاخ سفید در واقع تصمیم گیرنده هستند، نه وزارت امور خارجه آمریکا، چندین بار و ده ها بار مطرح کردند که رژیم جمهوری اسلامی خطرناکترین رژیم در روی کره زمینه و رژیم جمهوری اسلامی حامی واقعی تروریسم اسلامیه. و تا به حال چندین مورد ما صحبتایی رو داریم که صحبت از این میشه که باید رژیم جمهوری اسلامی
تغییر پیدا بکنه. یعنی در واقع رژیم باید سقوط بکنه. این صحبتایی است که اسنادی است که وجود داره و هیچ کس نمیتونه انکار بکنه که رهبران کاخ سفید چندین بار در این مورد صحبت کردن و حتی آقای تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا هم در این رابطه صحبت کرده. و نقش اسرائیل در این در واقع سیاست نقش اساسی بوده. توجه بکنین آقای اگویدور لیبرمان وزیر دفاع اسرائیل چند روز پیش چنین میگه، میگه که ایران در سوریه نیروهای نظامی نداره، نیروهای فیزیکی نداره. ایران در لبنان نیروهای فیزیکی نداره. ایران در یمن نیروهای فیزیکی نظامی نداره. ایران نیروهای نیابتی داره. یعنی تا به حال به این ترتیب بود که آقای نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل همیشه مطرح میکرد که ایران حضور نظامی در سوریه داره، حضور نظامی در عراق داره، حضور نظامی در لبنان داره و در یمن داره. امروز آقای لیبرمان اینو مطرح نمی‌کنه. یعنی آقای لیبرمان خطر رو بسیار گسترده‌تر کرده، بعد خطر رو بسیار بزرگتر می‌بینه. و اگه روز جمهوری اسلامی بیاد ادعا بکنه که من نیروهای خودم رو از سوریه خارج کردم، اون 1500 نفر از نیروهای سپاه پاسداران از سوریه خارج کردم، آقای لیبرمان میگه نه 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 نه، شما نیروی نیابتی در داخل سوریه دارید، بسیج مردمی در داخل سوریه، 60,000 70,000 نفر بسیج مردمی که در اونجا تشکیل شده نیروهای ایرانی هستند. شما در عراق نیروهای ایرانی دارید، شعد حشبی طبق این صحبت آقای لیبرمان وزیر دفاع اسرائیل در واقع نیروهای ایرانی هستند. حزب الله لبنان در لبنان نیروهای ایرانی هستند. و موقعی که توجه بکنید چه سیاستی رو اسرائیل داره در منطقه میخواد پیاده بکنه، به بعد خطر و به بعد یک جریانی دست پیدا میکنیم که در واقع ایران اگه حتی نیروهاشو از سوریه هم خارج بکنه، گفته میشه ایران در سوریه نقش اساسی رو داره. و این در شرایطی است که آقای کات، اسرائیل کات، وزیر اطلاعات اسرائیل دو روز پیش چنین مطرح میکنه که در جنگ جدیدی اسرائیل لبنان رو با عصر سنگ روبرو خواهد کرد. یعنی در واقع لبنان نابود خواهد شد برای که اسرائیل در لبنان با ایران میجنگه. این آقای اگویدور لیبرمان وزیر دفاع اسرائیل هم قبلا گفته بود، گفته بود ایران جمهوری اسلامی یعنی لبنان، لبنان مساوی با ایرانه. اینو چندین بار آقای لیبرمان وزیر دفاع اسرائیل گفته. خب ما در این شرایط قرار داریم که آقای ترامپ از سیاست آقای نتانیاهو کاملا پشتیبانی میکنه، حمایت میکنه و چنین مطرح میکنه که خطر اساسی در منطقه و خاورمیانه خطر جمهوری اسلامی است. و موقعی که شما صحبت از این میکنید که آقای ترامپ شمشیر رو از رو بسته بر علیه ایران، باید به این مطلب اشاره بکنیم، باید به شرایط داخلی ایران رجوع بکنیم و ببینیم در ایران چه میگذره. من معتقدم که شرایط ایران بسیار شرایط بحرانی است. شکاف سیاسی عظیمی در ایران وجود داره و بحران اقتصادی ایران رو فرا گرفته. و شما موقعی که بودجه سال 1397 رو که آقای روحانی دو روز پیش تقدیم مجلس کرد توجه بکنید، میبینید در این بودجه، بودجه های مقابله با آسیب های اجتماعی کاهش پیدا میکنه. به طور مثال بودجه 400 میلیارد تومانی مقابله با آسیب های اجتماعی از 400 میلیارد تومان به 300 میلیارد تومان کاهش پیدا میکنه. و همزمان بودجه سپاه پاسداران 11,200 میلیارد تومان اضافه میشه. یعنی در واقع آن چیزی که در ایران داره میگذره و آسیب‌های اجتماعی موقعی که ما صحبت میکنیم، همکنون به گفته خود رهبران جمهوری اسلامی، سیاستمداران جمهوری اسلامی، ما در حدود 22 میلیون حاشیه نشین داریم در شهرهای بزرگ ایران که در فقر مطلق زندگی میکنن. شما هم اکنون نطفه های شورش گرسنگان رو در تهران میبینید. مردم خودجوش به خیابون ها میان شعار میدن. یعنی نطفه های شورش مردمی وجود داره و اوضاع اقتصادی و بحران اقتصادی روز به روز داره تشدید میشه.
و اینو جنگ طلبان کسانی که میخوان در ایران جنگی رو به راه بندازن این اوضاع اقتصادی رو به خوبی میدونن. و فراموش نکنیم که در دو ماه پیش آقای ترامپ تصمیم این که در رابطه با توافق اتمی چه تصمیمی رو کاخ سفید بگیره خودش تصمیم نگرفت، به این امید که کنگره تصمیم بگیره و کنگره توافق اتمی رو رد بکنه و تحریم‌ها رو دوباره برگردونه، این تصمیم رو به عهده کنگره گذاشت. با اختلافاتی که در داخل کنگره بود، کنگره در این مورد سکوت کرد، دوباره توپ به زمین بازی آقای ترامپ کاخ سفید برگردوند. امروز آقای ترامپ باید تصمیم بگیره و من شکی ندارم با این سیاستی که آقای ترامپ در پیش گرفته، توافق اتمی رو به احتمال قوی رد خواهد کرد و تحریم‌های گذشته را دوباره برخواهد گردوند و با تحریم‌های جدید و با تحریم‌های گذشته در واقع اقتصاد ایران به فروپاشی منجر خواهد شد. یعنی در این شرایط ما قرار داریم و اینو کسانی که میخوان در ایران جنگی رو راه بندازن به خوبی میدونن. درست مانند زمان صدام حسینه، در زمان صدام حسین همین سیاست در رابطه با عراق و رژیم صدام حسین پیاده شد. ولی باید به یک مطلب اساسی هم اشاره بکنیم. ممکنه عده‌ای بگن خب چه عیبی داره که رژیم جمهوری اسلامی ساقط بشه؟ منم طرفدار اونم که رژیم جمهوری اسلامی، این رژیم جنایتکار، رژیم وحشت، رژیم سرکوبگر، رژیم غارتگر، سرکوب در واقع تغییر بکنه و سقوط بکنه. ولی به یک مطلب دیگه اشاره میکنم آقای فروزنده و اون بسیار مهمه. آمریکا و کشورهایی که خواهان جنگ در ایرانن، خودشون وارد جنگی با ایران نخواهد شد، دخالت نظامی نخواهند کرد. اونها جنگ نیابتی در ایران خواهند کرد. اونها خواهان هرج و مرج در ایرانن، خواهان جنگ داخلی در ایرانن. همکنون نیروهایی وجود دارن که این نیروها میتونن به عنوان نیروهای نیابتی در ایران جنگ داخلی را دامن بزنن. زمانی که ما در ایران در شرایطی قرار داریم که در ایران اپوزیسیون ایران رهبری اپوزیسیون رو در دست نداره، یعنی رهبری برای رهبری جنبش مردمی و جنبش گرسنگان وجود نداره، طبیعتاً این جنبش خودجوش و تظاهرات خودجوش و 22 میلیون کسانی که در حاشیه شهرها زندگی میکنن، شرایط مانند شرایط آخر زمان محمد رضا شاه پهلویه و اینا میتونن به خیابونا سرازیر بشن. و سرازیر شدن این افراد و این توده از این به خیابونا هرج و مرج میاره. رهبری وجود نداره، رهبری که بتونه در واقع این پتانسیال عظیم انقلابی رو تبدیل به یک جنبش بالفعل بکنه با رهبری منسجم. چنین رهبری آقای دکتر دانشی نتیجه‌گیری فرمودید که من میخوام نظرم رو در اون رابطه مطرح کنم و از شما بپرسم. فرمودید که شبیه شرایط پایان دور به شورش‌های گرسنگان اشاره فرمودید و فرمودید شبیه اتفاقاتی است که در پایان دوران حکومت محمد رضا شاه افتاد. این به نظر میرسه با واقعیت تاریخی خیلی نمیخونه آقای دکتر، به خاطر اینکه اون چه که در ایران اتفاق افتاد در پایان دوران محمد رضا شاه پهلوی اعتراض در واقع طبقه متوسط بود. الان من اقدامات اعتراضی بود، من اسمشو شورش هم نمیذارم، خیلی هدفمند بود، دارای به دنبال یه سری آزادی های سیاسی بود که به دنبال توسعه اقتصادی ایران نظام سیاسی اون آزادی ها رو فراهم نمی کرد و طبقه متوسط شهری به دنبال برخورداری از اون آزادی ها بود، در حالی که شورش های گرسنگان رو ما شاهد نبودیم در اعتراضات میلیونی خیابونی، در حالی که در اینجا شورش های گرسنگان کارگران کار از دست داده رو مواجه هستیم. نمیدونم، ممکن نظرتون رو فهمید؟ من خیلی ممنونم از این مطلبی که مطرح کردید. منظور من در واقع اون بخشی از نیروهایی است که میتونن در تظاهرات و شورش‌های خیابونی شرکت مستقیم داشته باشند و نقش اساسی رو بازی بکنند. ببینید در زمان آخر زمان شاه ما در حاشیه شهرها عده زیادی دهقانانی رو داشتیم که اینها از دهات در واقع متواری شده بودند، در حاشیه شهرهای ایران زندگی می‌کردند.
در واقع اون ابزاری که خمینی ازش استفاده کرد و از مستضعفین صحبت میکرد، در واقع این حاشیه نشین ها بودن که تمام مدت 24 ساعته در خیابان های تهران و شهرهای بزرگ ایران حضور داشتند و باعث فروپاشی نظام میشدند. کاملا صحبت شما کاملا درسته، اون بخش متوسط شهری نقش مهمی رو بازی کرده، ولی ابزار تظاهرات عظیم و اینکه توده عظیمی رو به خیابون ها می آوردن اون حاشیه نشین های شهرها بودن. و امروز شما این شباهت در ایران می بینید، امروز می بینید که 22 میلیون حاشیه نشین ما داریم و زلزله ای که در غرب ایران اتفاق افتاد نشون میده که مردم ایران کاملا از رژیم ناراضی هستن و امروز ترس مردم از رژیم ریخته، شرایط عینی برای یک شورش مردمی وجود آمده. نه رژیم دیگه قادره که کنترل خودشو و تسلط خودشو به وجود بیاره. به خاطر همین هم است که سپاه پاسداران چند روز پیش مطرح کرده که نیروهای خودشو وارد شهرهای بزرگ ایران میکنه، وارد شهر تهران برای کنترل میکنه. یعنی ما در این شرایط قرار داریم که دوباره نیروهای سرکوبگر وارد خیابون‌ها بشن و از تظاهرات مردمی و شورش گرسنگان جلوگیری بکنن. من از اون بخشی از مردم در زمان رژیم شاهنشاهی صحبت می‌کنم که در واقع در حاشیه‌ها بودن و اینها ابزار فعالیت رهبران جمهوری اسلامی یا رهبران انقلاب ایران بودن. و به خاطر همین اگه یادتون باشه آقای خمینی از مستضعفین صحبت میکرد، از حقوق مستضعفین صحبت میکرد، از حقوق میلیون ها کسانی صحبت میکرد که در حاشیه شهرهای ایران بودن و اینها در واقع خیابونهای ایران در تهران تسلط کامل بر خیابونها داشتن. این شرایطی است که من امروز ازش دارم صحبت میکنم و من از شرایطی صحبت میکنم که امروز مردم ترسشون از رژیم ریخته. شما در روزهای گذشته شواهدی میبینید که نطفه شورش ها در واقع داره بسته میشه، یعنی در یک مسیر فروپاشی ما داریم قرار میگیریم. فروپاشی آقای دکتر، فروپاشی رژیم یا فروپاشی ایران؟ خب ببینین، اگه رهبری در ایران، رهبری اپوزیسیون نتونه رهبری رو به وجود بیاره، فروپاشی ایران خواهد بود. من معتقدم در واقع آمدن توده های مردم، گرسنگان به خیابون ها، زمانی که رهبری نباشه و رهبری نتونه شرایط ذهنی یک جنبش مردمی رو به وجود بیاره و رهبری بکنه و این طغیانی که میتونه به وجود بیاد اینو رهبری بکنه و در کانال صحیح اینو قرار بده، هرج و مرج به وجود خواهد آمد، جنگ داخلی به وجود خواهد آمد. فراموش نکنیم آقای فروزنده، آمریکا از زمان آقای اوباما موفق شد مجاهدین خلق ایرانو به عنوان یکی از نیروهای نیابتی به طور دست جمعی و گروهی از عراق، یعنی پایگاه لیبرتی در بغداد، بلند بکنه. 500 نفر یک تشکیلات منسجم سیاسی رو بیاره با آلبانی در تیرانا در واقع اونو پیاده بکنه و به عنوان یک تشکیلات سیاسی اینها پناهندگی بگیرن. من خودم کارشناس دادگاه های اروپا و دادگاه های آلمان در رابطه با پناهندگانم. من هیچ قانون اساسی رو در اروپا و اعضای اتحادیه اروپا نمیشناسم که اجازه بده یک گروه سیاسی پناهندگی بگیره. و آقای جون کری وزیر امور خارجه آمریکا در زمان آقای اوباما افتخار میکرد که ما اولین بار در تاریخ موفق شدیم یک تشکیلات سیاسی را در واقع بهش پناهندگی بدیم، وارد اروپا بکنیم، وارد اتحادیه اروپا بکنیم و در تیرانا و در آلبانی اونا رو جابجا بکنیم. خب ما میدونیم هر روز عده زیادی از جمهوری خواهان پرنفوذ آمریکا به سراغ خانم مریم رجوی میرن. همین صحبتایی که من دارم امروز با شما میکنم، آقای نیوت گینگریچ، این جمهوری‌خواه پرنفوذ آمریکا، چند روز پیش از آقای ترامپ دعوت میکنه، میگه آقای ترامپ و از کاخ سفید میخواد که از خانم مریم رجوی دعوت به کاخ سفید بکنه برای تغییر رژیم در ایران. در کنار در واقع این نیروها، در کنار نیروهای آمریکایی، من صحبت از نقش شاهزاده الفیصل از عربستان سعودی میکنم. خیلی از ما ایرانی ها نمیدونیم شاهزاده الفیصل، ترکی الفیصل، چه نقشی در جنگ سرد داشته. شاهزاده الفیصل از سال 1977
تا سال 2001 رئیس سازمان امنیت عربستان بود، 24 سال. و در جنگ سرد نقش اساسی رو بر علیه نیروهای شوروی در افغانستان بازی میکرد. مثلثی وجود داشت در جنگ سرد بین عربستان سعودی، ترک الفیصل، رئیس سازمان سیای آمریکا آقای کیسی، ویلیام کیسی، و رئیس استخبارات نظامی پاکستان حمید گل. و اینی که چهره مانند آقای اسامه بن لادن چنین نقش عظیمی رو بازی کرد، دوست آقای ترکی الفیصل بود و توسط ترکی الفیصل به سازمان امنیت و استخبارات نظامی پاکستان معرفی شد و بیش از 100,000 نفر نیروهای جهادیست عرب موقعی که به افغانستان می رفتن از این کانال می گذشتن و از کانال اسامه بن لادن می گذشتن و بر علیه نیروهای شوروی در اونجا مبارزه می کردن. امروز ترکی الفیصل در کنار مجاهدین خلق قرار گرفته. امروز ترکی الفیصل با چمدان‌های پر از دلار به سراغ مجاهدین خلق میره. آقای فروزنده، به خاطری که بینندگان فکر نکنن من دارم تهمت میزنم، یه داستان کوتاهی رو امیدوارم وقت باشه مطرح بکنم. من در سالهای 1996 زمانی که طالبان در کابل به قدرت رسیدن، در اون زمان در شمال افغانستان جنرال دوستوم که امروز معاون ریاست جمهوری در کابله، این حاکم شمال افغانستان بود. من جنرال دوستوم رو 40 سال میشناختم، زمانی که یک افسر ساده بود، یک ستواندو بود که در جنگ های افغانستان شرکت میکرد. و من زمانی که برای تلویزیون های اروپا و آلمان و به ویژه مجله اشپیگل به افغانستان میرفتم، موقعی که در جنگ ها جبهه شرکت میکردم با نیروهای جنرال دوستوم حرکت میکردم. یعنی 40 سال بود من این شخصیت رو میشناختم. و بعدن که ایشون ارتشبد شد و در شمال افغانستان با آمدن مجاهدین به کابل 1992 در واقع افغانستان عملا تقسیم شد، جنرال دوستوم حاکم شمال بود. من یادم نمیره، فراموش نمیکنم، دو بار اتفاقی در سالهای 1997 و 98 در مزار شریف بودم، مقر جنرال دوستوم بودم، که ترکی الفیصل به شمال افغانستان آمد. ترکی الفیصل حامی و پدر طالبان افغانستانه، در این مورد هیچ کس شکی نمیتونه داشته باشه. ترکی الفیصل با چمدانهای پر به سراغ دوستوم آمد و از آنجایی که ترکی الفیصل منو نمیشناخت، فکر میکرد من بخشی یا یک عضو هیئت نمایندگی افغانستانم و من در کنار جنرال دوستوم به عنوان ژورنالیست آلمانی شرکت میکردم، دیدم که پولهایی را که چمدونهایی را که برای آقای دوستوم آورده و در خدمت در اختیار دوستوم قرار داده و از آقای دوستوم میخواد، این تصویر من با آقای دوستومه همون موقعی که حاکم شمال افغانستان بود، و از آقای دوستوم میخواد که تصرف طالبان در شمال افغانستان رو بپذیره و وزیر دفاع طالبان در کابل بشه. البته دوستوم چنین کاری رو نکرد. میخوام اینو بهتون مطرح بکنم، براتون مطرح بکنم بینندگان عزیز، که ترکی الفیصل رو من به خوبی میشناسم. موقعی که ترکی الفیصل حامی واقعی و اصلی مجاهدین خلقه، پولهای زیادی رو منتقل میکنه، چیزی که من خودم شاهد بودم و با چشم خودم دیدم. اینا امروز با بینندگان مطرح میکنم که ما در این شرایط قرار داریم. یکی از نیروهای نیابتی آمریکا که باید در ایران بجنگه در واقع مجاهدین خلقن، و در شرایط هرج و مرج و شرایطی که همونطوری گفتم رهبری سیاسی وجود نداره از طرف اپوزیسیون، خطر جنگ داخلی بسیار زیاده. جنگ داخلی مساوی با نابودی تمامیت ارضی ایران خواهد بود. جنگ داخلی مساوی با تجزیه ایران خواهد بود. جنگ داخلی مساوی با کشتار صدها هزار شاید میلیون ها ایرانی خواهد بود. جنگ داخلی مساوی با آواره شدن میلیون ها شاید 10 میلیون ایرانی به طرف اروپا خواهد بود. فراموش نکنیم که امروز در لیبی چه میگذره. کشور لیبی و قذافی ساقط شد، سقوط کرد. لیبی تبدیل به پایگاه های میلیشی های مختلف، 100 میلیشی هاست که اینها در واقع بردهداری را دوباره در لیبی تشکیل دادن، پیاده دارن میکنن، و تمام دختر و جوانهایی که از سراسر آفریقا از طریق لیبی فرار کردن میخوان وارد اروپا بشن، 1 میلیون جوان دختر و پسر جوان در واقع مورد تجاوز جنسی این میلیشی های لیبی دارن قرار میگیرن و به عنوان برده
به شیوخ عرب ها، به شیوخ در واقع کشورهای عربی و کشورهای مختلف آفریقایی فروخته میشن. این واقعیتی است که امروز ما در لیبی میبینیم و متاسفانه اگه جنگ داخلی در ایران در بگیره ما به یک شرایط بسیار فاجعه بار در ایران روبرو خواهیم بود و اون سرنوشتی است که من برای دخترهای جوان ایران و جوانهای جوان ایران میبینم. ایران در واقع نابود خواهد شد و میلیون ها آواره خواهند شد، همینطوری که در سوریه میلیون ها آواره شدند، از عراق میلیون ها آواره شدند. و این آمار هم بهتون بدم، کشور آمریکا که ادعا میکرد که ما این آوارگان رو میپذیریم، از کشور عراق، یعنی کشوری که خود آمریکا باعث فروپاشی شد، 4000 پناهنده نپذیرفت. امروز آقای ترامپ دستور داده که پناهندگان سوریه اجازه ورود به آمریکا رو ندارن. بنابراین در ما در شرایطی پای به سال 2018 میگذاریم که اوضاع برای کشور ما وخیمتر از پیش هست و فقط یک معجزه ممکنه که ایران رو نجات بده از این وخامت. اینطور نیست؟ یکی دو دقیقه بیشتر فرصت نداریم، اگر ممکنه توضیح بفرمایید. کاملا همینطور آقای فروزنده، ما با وقایعی در ایران روبرو بودیم که در گذشته چنین مطرح میشد که اصلاح طلبان به قدرت میرسن، فضای سیاسی شاید یک کمی باز بشه و اون محیط انفجاری و شرایط انفجاری در واقع از بین بره و کاهش پیدا بکنه. ولی امروز ما میبینیم با سیاست‌های مختلفی که در منطقه پیاده میشه و خود بحرانی که ایرانو در بر گرفته و بحرانی که کشورهای خارجی دامن میزنن در ایران و تحریم هایی که میتونه دوباره این تحریم ها الغا بشه و اقتصاد ایرانو کاملا با فروپاشی روبرو بکنه، ما باید به این مطلب اشاره بکنیم. و در ضمن اینم اشاره بکنم، اضافه بکنم که سپاه پاسداران داره دوباره نیروهاشو وارد خیابان های ایران میکنه. مدت های طولانی بود که پسیج و سپاه پاسداران از خیابونها خارج شده بودند، امروز دوباره داره نیروها رو به خیابونها میاره. البته ادعا میکنه که میخواد مبارزه بکنه با اوباش و اراذل، ولی در واقع میخواد مبارزه بکنه با شورش های مردمی در داخل شهرهای بزرگ ایران و این واقعیتی است. و متاسفانه باید بگیم که در سال 2018 ایران میتونه آبستن حوادث بسیار بسیار خطرناکی باشه اگه نیروهای اپوزیسیون موفق نشن در واقع تا اون زمان یک رهبری منسجمی رو در ایران تشکیل بدن که این رهبری بتونه این طغیان مردمی رو که به احتمال قوی اتفاق خواهد افتاد، این طغیان قوی شدید مردمی رو بتونه کانالیزه بکنه. سپاسگزارم آقای دکتر دانش از شرکتتون در برنامه و حضور صمیمانه‌تون. بدون تردید در آینده هم اگر موافقت بفرمایید از وجود جناب عالی بهره بیشتری خواهیم برد. بینندگان عزیز، برنامه که ملاحظه فرمودید فردا به وقت لس آنجلس ساعت 6:30 تا 8 صبح بازپخش میشه و برنامه دوم من روز پنجشنبه ساعت 6:30 تا 8 شب به وقت لس آنجلس پخش و در همون ساعت روز بعد 6:30 تا 8 صبح یعنی روز جمعه بازپخش خواهد شد. هر جا که هستید براتون روزگار و ساعت خوشی رو آرزو میکنم. لبهاتون پر لبخند، دلهاتون شاد و روزگار بکام باد. مرغ سحر ناله سر کن، داغ مرا تازه تر کن، زاه شرر با بر شکن و زیر آز برکن. بلبل پر بست ز کنج قفس در آ، نغمه آزادی نوع بشر سر آ، و از نفسی عرصه این خاک تو دران پر شرر کن. ظلم ظالم جور سیاد، آشیان امداد
باد.